ما تو دبیرستان بودیم، من یادم میاد خاطره بش، ما معلم داشتیم، هفته یک بار میومد به بچه‌ها تو کلاس میگفت گزارش بدین تو این هفته با دوست دخترها کجا رفتین. حالا دوست دخترم نداشتیم، نمی‌دونستیم چیکار بکنیم، چی باید بگیم سر کلاس الان، چون ما دوست دختر نداشتیم، میگفتن اینا امول و مذهبی و اینا. یک پسر ارمنی بود دوست دختر داشت، او صادقانه میومد گزارش میداد. بعد معلم سر کلاس، اینا رو که میگم سر کلاس بود، ببینید فضای شهر چجوری، سر کلاس معلم میومد ما رو میشون میگفت اولین باری که یک دختر رو بوسیدین بیان بگین چجوری بود. بعد سه چهار نصف بچهای کلاس من میومدن دروغ میگفتن اصلا که معلمه چون خوشش میومد همینجوری میگفتن، سه چهار تا هم روش میگذاشتن. چه بچهای علی لاتوپات اینا، دو سه نفر راست میگفتن، نصف یا الکی میگفتن، معلم هم میفهمید تشویق میکرد. یک دفعه مثل ما که خب تحقیر میشدیم و محروم بودیم و اینا، هرس میخوردیم که ما چیزی نداریم گزارش بدیم، ما کم آوردیم. معلم سر کلاس میامد یه حرفا رو میزد. شما ببینید آموزش پرورش ما چطور پیش این معلم بود که بعد انقلاب بود که بود، میگفتن معلم پرورشی ها به حساب به جای اینا اومدن. اون زمان نمیدونم بهشون چی میگفتن، نمیدونم چی بود اسمش، هم من یادمه اسمش حالا نمیبرم چون نمیدونم کجای الان تو مشهد اینا، اسمش آقای جعفری بود، عضو حزب رستاخیز بود و میامد قشنگ به ما توضیح میخواست. بعد یک دو جلسه از ما پرسید که چرا تکلیف نمیاری بگی اینا، گفتم آقا ما وارد نیستیم توی کارا. بعد میگفت جلسه آینده باید بیا یک توضیح بدی. حالا ببین شما آدم مجبور بود احساس تکلیف کنه تو هفته بعدش. خب من ندارم برای شما ها میگم بدونید فضا چجوری بود. ما دبیرستان بالا شهری بودیم، بچه های کلاس ما عرق میخوردن، یعنی میامدن تو کلاس میگفتن که عرق میخوردن. اگر کسی میگفت دوست دختر اینا نداره مسخره میشد، باور نمیکردن. معلم زن برای بچهای پسرایی که بالغ شدن، معلم حزب رستاخیز بیاد، یعنی ببین دوران سالای دهه 50 دورانیه که دارن از تو آموزش پرورش از بچهای دبستانی رو دارن تربیت میکنن که با خودشون گفتن این نسل که بزرگ شه بیاد دیگه ما نه تو این نسل دیگه آدم نمازخون دیگه نخواهیم داشت، دیگه کسی مثل زوره رضاخان مجبور نیستن به زور چادر از سرش بدن، خودش لخ میاد بیرون، تازه باید کسی بهش بگه خودت یکم بپوشون، خودشون اینجوری میشن. اینا داشتن رو نسل اینجوری کار میکردن. بله حالا زن بودنش مهم نیست که وزیر آموزش پرورش زن بود، مسئله ای بود چه زنی بود. وزیر آموزش پرورش اینا جانور بود نه زن بود، اینا حیواناتی بودن که اصلا برنامه آمریکایی انگلیسی صهیونیستی بالا سر اینا بود که چطور نسل جدید رو از تو مدارس اینجوری تربیت کنه. حالا شما ببین جامعه ای که مشروب فروشی فاحش خونه تو شهر مذهبی مشهد، معلم سر کلاس میگه گزارش ای که اولین بار دوست دخترتون رو چجوری مثلا پیدا کردین و همدیگر رو بوسیدین، اینا باید بیان تو کلاس جلو همه باید بیان بگی، میخوای راست بگو میخوای دروغ بگو. معلم نمره میداد از کلاس بیرون میکرد دست من. این وضعیت مدرسه های ما، سیستم دستگاه تبلیغات فرنگی ضد مذهب شاه، آموزش پرورش و دانشگاه ضد مذهب شاه یک طرف، رسانه هجوم، آغاز هجوم رسانه ای و سینمایی غرب تو سبک زندگی در دهه 50 سریع‌ترین دوره که سبک زندگی تو جامعه ما داره غربی آمریکایی میشه، یعنی بی‌حجابی، فحشا، فساد، اینا داره ارزش میشه.